رسانه‌های ایران از در پیش بودن بحران اپیدمی تب دنگی در ایران خبر دادن و رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت نیز اعلام کرده که 40 شهر درگیر پشه آدئوس ناقل تب دنگی هستند. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، 4 استان جنوبی و 3 استان شمالی در معرض این بیماری قرار دارند. حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جریان سفر به استان هرمزگان گفته تعداد زیادی از بیماران مبتلا به تب دنگی از کشورهای دیگر به ایران آمدند و این بیماری در صورت همه‌گیری از کرونا خطرناک‌تر خواهد بود. وی در این حال گفته که نوع پشه شناسایی شده در شمال و جنوب ایران متفاوت است و پشه جنوب تهاجمی تر و بیماری زاتر است. بنابر گزارش‌ها تاکنون 3 مورد مرگ ایرانیان بر اثر این بیماری گزارش شده. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با دکتر جواد امان، متخصص میکروبیولوژی و ایمونولوژی از واشنگتن. آی دکتر امان، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، خوش آمدید. درباره راه‌های کنترل بیماری تب دنگی از شما بپرسیم، چون معاون بهداشتی وزیر دولت آقای رئیسی گفته که کنترل این بیماری مختص دانشگاه علوم پزشکی نیست و نیاز به بهسازی محیط و اطلاع رسانی داره. آیا اینطوره؟ بله، این کاملا درسته. برای اینکه بهترین راه پیشگیری از ابتلا به این تب دنگی این هستش که مردم یه سری چیزهای خیلی ساده‌ای رو رعایت بکنن که در واقع روبرو شدن اونها رو با پشه ادیس که میتونه ویروس رو منتقل بکنه کم بشه. این بیماری نیست که از طریق رابطه انسان با انسان منتقل بشه، بلکه باید این پشه ادیس به تن کسی که بیمار هست بشینه، نیش بزنه و اون ویروس رو بگیره و ببره منتقل کنه به فرد دیگه. در نتیجه بودن توی فضاهایی که جلوی ورود پشه رو میگیره، اگه تو خونه هست، خونه‌ای که پنجره‌هاش توری داشته باشن، اگه بیرون هست، بودن در توی مثلا پشه بند و همچنین استفاده از اسپری‌هایی که جلوگیری میکنه از نزدیک شدن پشه یا نشستن پشه روی بدن فرد. اینا مؤثرترین راه مقابله هست و همچنین علاوه بر اون خیلی مهمه که آبهای راکت دوری کنی. اگر جایی تو نزدیک منزل آب راکت وجود داره، تا حتی امکان اونجا رو خشک باشه یا اینکه روش پوشیده باشه و افراد نزدیکش نشن. حالا از راه‌های انتقال بیماری های دکتر عبان بیشتر بگید و پیشگیری از اون چه توصیه‌هایی رو دارید بایستی به کار گرفته بشه؟ با توجه به اینکه میگن در صورت اپیدمی چه بسا این بیماری تب دنگی حتی از کرونا هم خطرناک‌تره. در موردی که حالا از کرونا خطرناک‌تر هست یا نه، من زیاد مطمئن نیستم، به خاطر اینکه کرونا به هر حال از طریق ارتباط مستقیم افراد و از طریق هوا منتقل میشه، معمولا اون یه شیوه مؤثرتری در انتقال هست. ولی اینا همش به ربطی پیدا میکنه به اینکه میزان به اصطلاح اون دنسیتی پشه توی اون محیط چقدر باشه. این پشه ها معمولا توی کشوری مثل ایران نیستن، اینا مربوط به مناطق استوایی هستن بیشتر، ولی با تغییرات آب و هوایی این پشه ها دارن وارد مناطق جدیدی میشن از جمله ایران. به هر حال برای جلوگیریش شیوه هایی که گفتم قبلا در مورد اون اقداماتی خود افراد میتونن بکنن هست. یک واکسن وجود داره به اسم دنگ واکسیا که به واسطه شرکت سانوفی درست شده. اینا البته به نظر من در حال حاضر راه حل برای ایران نیستش، به خصوص به خاطر اینکه این واکسن ممکنه در افراد بچه هایی که قبلا به بیماری دنگی مبتلا نشدن خطرناک باشه بر اساس نتایجی که پیش اومده، و به همین دلیل بیشتر به درد کشورهایی میخوره که دنگی به طور وسیع وجود داره و اکثر مردم با این ویروس روبرو شدن قبلا. سپاسگزارم دکتر جواد امان که دعوت ما رو پذیرفتید. ممنونم.